افغانستان در محور نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحده است. از این رو نماینده ویژه سازمان ملل رایزنی‌هایش را آغاز کرده است. رضا اوتنبایوا در نخست با امیرخان متقی دیدار کرده است. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل گفته است که به این مسئله متحد است که صدای همه افغان‌ها شنیده می‌شود. در بخش از رایزنی های گسترده پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، یوناما به تعامل سازنده و اطمینان از شنیدن صدای همه افغان ها متحد است. یوناما در حالی از شنیده شدن صدای همه افغان ها تاکید دارد که بیش از 2 سال می شود دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند. همزمان با این، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل میگوید که ممنوعیت تحصیلی دختران نقص غیر قابل توجیه حقوق بشر است و هر چی زودتر درب مکاتب و پوهنتون‌ها باز گردد. ممنوعیت حضور دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که صدمات طولانی مدت را به افغانستان وارد می‌کند. حق دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون نباید از آنها گرفته شود. اجازه دهید آنها دوباره به مکتب بروند. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که در این گونه نشست ها باید نمایندگان از افغانستان حضور داشته باشد تا رای تعامل جهان با افغانستان باز گردد. افغانستان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل است، ولی بدبختانه بر اثر تلاش ها و پالیسی های امریکا، پاکستان و طالبان ما امروز نماینده در سازمان ملل نداریم. در سازمان ملل متحد در مورد ما بدون ما تصمیم گرفته نشوه، اما ای ما کی هستیم و کی مشروعیت داره که به نمایندگی از ما افغان ها صحبت بکنه؟ این چیزی است که نه طالب برش کار کرده و نه کدام مرجع دیگری وجود داره. هرچند یوناما با عنوان نهاد هماهنگ کننده میان افغانستان و جامعه جهانی عمل می کند و بخش بزرگ از کمک های جهانی را در افغانستان مدیریت می کند، اما به نظر می رسد که این نهادها هم تاثیرگذاری چندانی در افغانستان ندارد و نتوانسته است آنچی شعار تأمین حقوق بشر را سر می دهد عملی سازد.